سلام همه موزیک بازای خفن، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب مستر چک. توی این ویدیو میخوایم بریم اولین آهنگ از فصل سوم سینا پارسیان رو شروع کنیم به همراهی پرستو. اسم آهنگ جشن شکرگزاری هیچه. خب ولی قبل از اینکه آهنگ رو شروع کنیم من چند تا نکته دارم. سینا پارسیان توی اینستاگرامش به تاریخ 7 اکتبر میاد یه پست میذاره، اون لوگوی مخصوص خودش، سیمخاردار ورود ممنوعه چیه، اونو میذاره. بعد مینویسه که شروع فصل سوم از هفته آینده به همراه رونمایی از نشان طلایی. آره این قبلا فکر کنم سفید بود، اگر اشتباه نکنم نقره‌ای بود، رنگ سیم بود دیگه. زیر این پست تا جایی که میتونید فقط انرژی مثبت بدید و بدونید که قراره با خودم ببرمتون به یه دنیای دیگه که تا حالا تجربهش نکردید. تاریخ 7 اکتبر گفتش هفته آینده. خب ما الان میریم تو سایت time.ir، پایینش تبدیل تاریخ داره، میزنیم میلادی به شمسی و روز 7 اکتبر ماه دهم سال 2020 تبدیلش میکنیم، میشه چه تاریخی؟ چهارشنبه 16 مهر. امروز چهارشنبه 28 آبان. هفته ها توی دنیای سینا پارسیان چجوری میگذرن؟ اندازه یه ماه و نیم میگذرن این هفته ها. میگن فیلم میان ستاره ای اگه دیده باشین، یه سیاره ای هستش، سیاره میلر، که هر یه ساعت اونجا مثلا 7 سال توی زمین میگذره. حالا اینجا الان برعکسه، دنیای سینا پارسیان خیلی دنیای عجیبیه، یه هفتهش اندازه 40-50 روز عادیه. کاری نداریم میریم سراغ خود آهنگ و چی شد؟ او مای گاد، 7 دقیقه و 25 ثانیه. میفهمی یعنی چی؟ 7 دقیقه و 25 ثانیه. چه خبره واقعا؟ سینا جان لطفا دوبل واریز کن، این دیگه خیلی هزینه‌اش میره بالا. بریم 7 دقیقه و 25 ثانیه. چه خبره بچه ها؟ این یه شماره کارتی میذاره توی تلگرامش که کمک کنین، لطفا کمتر کمک کنین، هرچی هزینه میره بالا تو استودیو بیشتر میمونه، مجبور میشه که تایم آهنگ رو ببره بالا. ولی نه، خواستم شوخی بکنم. باید دید که توی موزیک های استاندارد که سینا پارسیان درجه 1 درخشیده، ولی حالا باید ببینیم که توی موزیک بلند چجوری میخواد خودشون نشون بده. و اینکه شوخی بود دیگه کلش. من دیدم دستمایه طنز داده به همون 7 دقیقه، 2 تا دستمایه طنز، اونم 7 اکتبر دیگه. زیاد آقا خیلی طولانیه، خیلی واقعا. الان من خودم 3-4 دقیقه دارم صحبت میکنم اینقدر که سوژه داشته این آهنگ. ولی بالاخره فصل سوم سینا پارسیان به همراهی پرستو شروع شد. همین الان جشن شکرگزاری هیچ. آدم واسه هیچی مگه شکرگزاری میکنه؟ بعده میکنه. چی میگن؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، یه همچین چیزی. میریم که اینوریه، میریم که بشنویم. 1 2 3. من از دیشب سینا پارسیان و پرستو رو هاید کردم توی استوریا و پستاشون که نبینم کلا هیچی، ولی جشن شکرگزاری هیچی یه ویدیو هم زیرش گذاشته. حالا آخر سری وقت شد میبینیم. سلام علیکم. مال طرفای زاهدان و بلوچستان این توراست فکر میکنم. یه صدایی شنیدم، لهجه داشتن، شایدم مشهد، نمیدونم. بلوچستان. لب لب افغانستان. ریتمی که چیه؟ او ریتمش عوض شد. چی شد؟ چی شد؟ چی بودی؟ واقعا چی بود؟ من یه لحظه رفتم توی موزیک افغانستانی یا افغانی باید بگیم به موزیکشون، سبک موزیکشون، نمیدونم. چند تا از موزیکاشون رو من دوست دارم، مخصوصا یکی که جدیدن خیلی گوشش میدم. در کشور من تیر و تفنگ به ایران اومدیم بر سر ما جنگی، اونو خیلی دوست دارم. و این چی شد یه با بر نمیگردونم عقب، خیالتون راحت، بر نمیگردونم واقعا. تایم آهنگ بالاست ولی اولش چه حرکت مؤدبانه پشویزون چی میشه؟ چه حرکت برگریزانی کرد. اعتراف میکنم دلم برای شنیدن صدای سینا پارسیان توی آهنگ رید تنگ شده بود واقعا. پول اینم نه، پول نمیده واقعا، کاش میداد. که اگر از کور در برویم نانما. او فهمیدین چی شد؟ ما کارگران کوره پزی آجریم. چی گفت؟ ما کارگران کوره پزی هستیم، حالا آجرشو بی خیال. بعد توی مصرع بعدی گفتش که اگر از کوره در برویم، کلا دو تا معنی شد. اوه اوه، سعی میکنم کم پاس کنم. که اگر از کوره در برویم نانمان آجر خواهد شد. دلم برای صدای پرستو هم تنگ شده بود واقعا. واقعا صداشون رو میشنوم ذوق میکنم. و چقدر قشنگ گفت همین اولشو، بیت اولش قوی شروع شد، باید تا آخرش قوی باشه. انتظارمون از فصل سوم سینا پارسیان یه چیز ماوراییه، شخصا خودمو دارم میگم. وای به حالش کار ضعیف داشته باشه. که به هیچ میشویم، از ترس هیچ میلرزیم. به هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد، ولی ما هیچ وقت نمیفهمیم. یه سال با توجه به اینکه اولش اونجوری شروع شد خب، و الان بازم برگشت به فاز چی میگن، یه اسم خاصی داره این که محلی میخونن، الان تو خاطرم نیستش ولی یه اسم نوک زبونمه یا توک زبونمه نمیدونم، همون تا آخرش میخواد اینجوری پیش بره. آیا یعنی الان یه فازه نیم سکتر رو گذروندیم، اومدیم دوباره آروم شدیم، حس میکنم الان دوباره میخواد یه جای اوج بگیره. اگر هنوزم بر تو چون با ما توی یک کاسه بود. یا لااقل تنظیمش از محسن افراسیابی عزیزه. الان رفتم توی اینستاگرام اونو داشتم نگاه میکردم که تنظیمش از کیه. یا لااقل ثروتمندان اگر از بلندی هراس می داشتند، شاید ما پنج شنبه ها را هنوز هم جشن می گرفتیم. جشن شکرگزاری باری که آقا پرستو قطره قطره اگرچه آب شدیم، ابر بودیم آفتاب شدیم، ساخت ما را همو که میپنداشت، به یکی جرعه‌اش خراب شدیم، به یکی جرعه‌اش خراب شدیم. هی مترسد کلاه را بردار، ما کلاغان دگر عقاب شدیم، ما از آن سودن و نیاسودن، سنگ زیرین آسیاب شدیم، سنگ زیرین آسیاب شدیم. سر تو برگه خواهید باشه. تیکه فیلم بود بچه ها، اگه میدونید به من بگین. صفای زیادی ساختیم بدون ستون، بدون دیوار و حتی بدون در، ولی پر از پنجره هایی که از پشت آن سیلی سخت نشینان مهربان برای ما روزی سبد دست تکان میدهند و با انگشت اشاره به فرزندانشان نشانمان میدهند. چون ما نه در تاریخ هستیم، نه در جغرافی ها، و نه حتی در فکر شادی نو. ولی همچنان لحظه بدی لالایی کن به خواب، خوابت قشنگه، گل مهتاب شبا هزار تا رنگه، یه وقت بیدار نشی از خواب قصه، یه وقت با نظری تو شهر قوس. لالایی کن مامان چشماش بیداره، مثل هر شب لولو پشت دیواره، دیگه باد با تکه تو نخ نداره، نمیرسه به عبره پاره پاره. تموم شد؟ 5 ثانیه از آهنگ مونده. چی شد؟ من آهنگو از کانال خود سینا دانلود کردم ولی احتمالا ناقصه. بذار 23 24 25 تموم شد آهنگ. اصلا 1% هم نمیتونستم پیش بینی بکنم که راجبش چیه و تو چه سبکیه، یعنی واقعا انتظار نداشتم و خیلی عجیب غریب بود. در مورد فکر میکنم افغانستانی ها بود و میشه هیچی نگم، واقعا یکم خیلی سنگین بود. انتظار نداشتم واقعا میگم. و اینکه چیزایی توش گفتش که خیلی خیلی جای فکر داشت. یه لحظه بایستیم ببینیم خودشون چی نوشتن تو اینستاگرامش. فصل سوم با جشن شکرگزاری هیچ شروع شد، با همدردی با برادران و خواهران مظلوم افغان و تاجیکمان که مهاجر به دنیا آمدند و در مهاجرت زیست میکنند تاجیکش رو من نمیدونستم، فکر کردم فقط افغانیه. کلن نجات پرستی یه چیز خیلی بده. حالا این یه نمونشه، یا مثلا ما روایت سینا پارسیان یه روایت خیلی تلخ بود. یه روایت تلختر از این من پیروزا دیدم تو اینستاگرام که فرشته حسینی بازیگر خوب کشورمون رفته که سیم کارت بگیره، مادرش بهش ندادن چون که میگن تابعه ایرانن ولی افغانستانی هن در اصل. و نمیدونم واقعا چرا باید این اتفاقا بیفته. در کشور من تیر و تفنگ، واقعا اصلا لال شدم، نمیتونم چی بگم. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. اگر چیزی به ذهنم رسید توی دیسکریپشن اضافه میکنم. نمیخواستم این آهنگو امشب پخش کنم ولی شاید امشب پخش کنم، شاید هم فردا ظهر پخش کنم، نمیدونم. خیلی من رو به هم ریخت آهنگ به معنای واقعی. اگر سابسکرایب نکردی ممنون میشم که سابسکرایب کنی، زنگوله کنارشو بزنی، لایک کنی، کامنت بذاری در مورد این موزیک و موضوعی که بهش اشاره شده نظرتون رو بنویسین. و چقدر خوبه که سینا پارسیان دوباره با این لوگوی قشنگش برگشت. من توی آهنگ آخر زهر چشم اون سینا پارسیان همیشگی رو شاید ندیدم ولی توی این آهنگ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ماچ به کلت. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، خیلی مراقب باشین. خدا.